الله الرحمن الرحیم به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم دوستان ما در هر کجایی که هستید از هر گوشه از جهان خاکی که زندگی میکنید و برنامه خودتان برنامه زنده روشن رو انتخاب کردید برای نگاه کردن ان همیشه صحتمند و سلامت باشیم بسیار بسیار تشکر که باز هم همراه ما هستید و که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید عزیزان و دوستان امروز چهارشنبه است پنجم میزان 1402 و هفته آخ... پایان هفته بسیار خوب و خوشی رو برای شما دوستای عزیز آرزو میکنم اجازه بدین با کارشناس محترم مهمان خوب و خانم شریفی علیزاده هم یک سال محول پرسی داشته باشیم. سلام علیکم خانم علیزاده بسیار زیاد خوش آمدین خیلی تشکر. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرد سلام احترام خدمت شما و بینندگان خوب این برنامه. هر جایی که هستین ان شاءالله جور سلامت من باشید و روزهای خزانی بسیار زیبایی را سپری کرده باشید. ان <تص> بسیار تشکر از شما خانم علیزاده. اما بینندگان عزیز در همین ابتدای برنامه شماره تماس برنامه را فراموش نمیکنید و هم زیرنویس هم میشه و شما عزیزان میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید نظرات خودتان انتقاد و یا پیشنهادی در مورد موضوعات مختلف برنامه دارید با ما در میان بگذارید ما رو بسیار بسیار خوشحال میکنید وقتی که با ما تماس میگیرید و نظرات خودتان را برای ما میفرستید اما برنامه به صورت لایو هم پخش میشه از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنان میتونید که برنامه های گذشته را در پلتفرم های مختلف مثل یوتیوب و آپارات دنبال بکنید و همچنان در سایت تلویزیون جهانی هادی هم موجود است میتونید که انشالله دنبال بکنید اگر برنامه را از دست دادید میتونید که ببینید و باز هم نظرات خودتان را برای ما بفرستید اگر کدام سوال از کارشناس خاصی دارید حتما ذکر بکنید که در مرتبط با کدام برنامه برنامه روشنا و نام کارشناس را حتما ذکر بفرمایید اما موضوعی که در روزهای چهارشنبه کارشناس محترم در مورد او با ما و شما صحبت میکنند موضوع مهم تعلیم و تربیت از نظام تعلیم و تربیت که یک نظام بسیار مهم است و از گذشته دور تا همین الان هم در همه کشورها چنین چیزی وجود دارد بر هیچ کسی اهمیتش پوشیدن نیست و همه از آن دارند به که بسیار مهم است تعلیم و تربیه و آموزش و یک سری چیزهایی را به نسلهای بعدی آموزش بدیم تا ملت ما در نهایت رشد پیدا بکنه و انشاءالله به خواست خودمان که هم توسعه کشور است برسیم موضوع امروز برنامه کارشناس محترم با نظر میخوام با عنوان نقش تعلیم و تربیت در تحرک اجتماعی میخوایم که در مورد صحبت کنند. اما اجازه بدین اول پرسان کنیم که منظور از تحرک اجتماعی چیز خانم الزاده که عزیز برنامه قبلی مار دیده باشن بحث ما در مورد تعلیم و تربیت است ببینید تعلیم و تربیت بسیار اهمیت داره و میتونه زیربنای توسعه فرهنگی اقتصادی سیاسی اجتماعی یک جامعه باشه یعنی اگر یک جامعه میخواهد رشد کنه و توسعه برسه و پیشرفت برسه باید روی تعلیم و تربیت خود کار کنه درست. خب اهمیت و ضرورت تعلیم تربیت رو در برنامه قبلی بیان کردیم و اما امروز میخوایم که ببینیم همین تعلیم تربیت چه نقشی میتونه داشته باشد در ایجاد تحرک اجتماعی ام. و ایجاد یک پایگاه اجتماعی مطلوب برای فرد ممکن ممکنه برای بسیار از بینندگان این سال مطرح باشد در ذهنشان که تحرک اجتماعی چی هست و چی منظوری را میرسانه ببینیم به فراگرد یا جریانی که باعث تغییر منزلت اجتماعی یک فرد در جامعه میشه تحرک اجتماعی میگه خب ما هر کدوم از ما از افراد جامعه خب دارای یک رتبه اجتماعی هستیم نابین جامعه خود یکی بایس یک معلم خدمت میکنه یکی بایس یک استاد دانشگاه یکی بایس یک شاورز، یکی بایس دقان، و هر کس یک پیشه و کسب مخصوص به خود داره که بر اساس از او، بر اساس میزان درآمد بر اساس فرهنگی که داره بر اساس محل سکونت و غیره باعث میشه که متعلق به یک قشر اجتماعی باشه قشر متوسط جامعه باشه قشر ضعیف جامعه باشه قشر مرفه جامعه باشه خب این میشه ایج پایگاه اجتماعی فرد در جامعه که یک فرد در جامعه چی پایگاهی دارد در کجای جامعه قرار دارد آیا در سطح مرافع جامعه قرار دارد یا سطح ضعیف جامعه یا سطح متوسط جامعه و این پایگاه اجتماعی بر اساس میزان تحصیلات و میزان درآمد و حتی نژاد و قوم از هم بستگی داره که میخوایم در این مورد کم گپ بزنیم خدمت دوست های عزیز خب متوجه شدیم که تحرک اجتماعی چیست آه. یعنی تغییر این منزلت تغییر منزل این جایگاه از تغییر منظورتون است که موقع اجتماعی افراد ارتقا پیدا بله کنه. تغییر یا تحرک اجتماعی همین منظوره میزنه که اون موقعیت اجتماعی افراد اون من اجتماعی افراد تغییر پیدا کنه و این میخوایم بحث کنیم که چگونه تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش یک جامعه میتونه تاثیر بگذاره مم. در تغییر موقعیت اجتماعی یک فرد خب در جریان زندگی افراد خب ممکنه با موقعیت های مواجه شود که چی ارادی باشه چی اجباری باشه که باعث تغییر وضعیت اجتماعی ازو مثلا یا... یک نفر از یک راه مورد یک گنج پیدا موند وقتی گنج پیدا کرد موقع اجتماعیش نیست ماشد. بله و اون چی که ما امروز میخوایم بحث کنیم که چگونه آموزش پرورش میتونه آه. موقعیت ایجاد کنه و باعث یک تحرک اجتماعی شوه خب وقتی یک فرد از یک موقعیت هم چون شما یک مثال از کردین حالا یک گنج پیدا میکنه و غیره میرسه یک موقعیت بالا یعنی موقعیت شغلی اقتصادی و درآمدی از اون تغییر کرده بنابراین موقعیت زندگی و جغرافی از اون تغییر میکنه و به موازات از اون بسیار تغییرات دیگر پیدا میکنه که به این میگه تحرک اجتماعی عمودی امه. یا سعودی که از من یک منزلت اجتماعی پایینتر برخوردار بوده بر اثر این تغییر این موقعیت اجباری یا اختیاری رسیده یک منزلت اجتماعی بالاتر و به این میگه تحرک اجتماعی عمودی و اما گاهی وقت است که ما در همون قشر خودمان هستیم یعنی دمو طبقه جامعه ای که مه. مربوط به مومیشا زندگی میکنیم و شغل ما تغییر میکنه ولی خب منزلت اجتماعی ما تغییر نمیکنه مثلا کسی به کسی یک معلم خدمت میکنه در نظام تعلیم تربیت ممکنه مدیر یک مکتب شوه خب ممکنه استاد دانشگاه بشه خب این تغییر به اون صورت ایجاد نکرده بلکه ده قشر خودش که تعلق در مدارت قرار گرفته و تغییر شغلی ایجاد شده و این میگه تحرک اجتماعی افقی پس ما یک تحرک اجتماعی عمودی داریم از پایین به بالا یا ممکنه بالعکس هم باشه از بالا به پایین و یکی دیگه تحرک اجتماعی افقی که در همون مرتبه ای که منزلت اجتماعی که قرار داره فقط تغییر شغل میده خب این شد پس انشالله که بینندگان عزیز مفهوم تحرک اجتماعی و پایگاه اجتماعی را در کرده باشه البته یک مقدار بس جامعه شناسی هست انشالله مخصوصا برای معلمان و کسانی که با تعلیم و تربیت سر و کار دارن مفید واقع باشه و خود مادرانی که بنیانگذار تعلیم قطن و تربیت هست. فرزندان هستند و اولین معلمانی هستند که مسئول تعلیم و تربیت کودکان خود هستند خب حالا بحث اصلی ما ای است که آیا تعلیم و تربیت میتونه باعث تغییر اجتماعی شو میگیم بله با چی صورت ببینید دو نقش اساسی را داره تعلیم تربیت در این زمینه یکی نقش تفکیکی داره و یکی دیگر نقش گزینشی خب در کجا کاربرد داره در نظام های کاستی نظام های بسته قدیم کشورهای فوق سنتی و بسته که امکان تغییر اجتماعی وجود نداشت مخصوصا بیشتر در گذشته حالا رواجش حالی که کمتر شده یک مقدار بر اثر تغییر و تحولات دنیای امروز ولی خب بازم هست امه. کشورهایی که هنوز به همین صورت اداره میشه پس بنابراین در جوامع بسته جوامع فوق سنتی آم تعلیم و تربیت وظیفه تفکیکی داشته یعنی جداسازی افراد جامعه یعنی نظام تعلیم و تربیت می آمد افراد جامعه را جدا میکرد چی رو جدا میکرد؟ خب ببینید در گذشته مثلا بچه های پادشاهان برای پادشاهی برای حکمرانی تربیت می درست آموزش می پس نقش تعلیم و تربیت تفکیکی بوده یعنی جدا می‌کرده. کرده او مضمونی که بچه های پادشاه ها و حکمران های هر سرزمینی تعلیم می خب اون مضمون از او با بقیه مردم فرق میکردن و روش آموزش از اونا فرق میکردن معلم های از اونا فرق میکرده همین الان هم به یک نحوی احساس میشه چنین چیزی وجود دارد چون کم رنگ تر شده ولی خب هست یعنی سا، ساختار یک مقدار تغییر پیدا بله. کرده ولی ممکنه هدف فهمی باشه مثلا یک نفری که ثروتمند است آجی است اف... اطفالش با یک مکتب خاص میره که آموزش های ویژه تری داره در... وضعیت اقتصادی تاثیر داره بله. و الان به شکل دیگر به یک رنگ و شکل دیگری تغییر کرده ولی خب نو محسوس تر نامحسوس شده بله اگه اجازه بدین برنامه رو ببینیم تشکر بینندگان عزیز محترم بعد از یک میان برنامه برمی گردیم <متصفيق> تقدیم شما های عزیز ما دارم بسیار زیاد خوش آمدید برنامه خودتان برنامه زنده روشناس و ما گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده با موضوع نقش تعلیم و تربیت در تحرک اجتماعی خانم علیزاده شما در مورد نقش تفکیکی تعلیم و تربیت صحبت میکنه چیزی که بزنید من رسید خانم علیزاده است که مثلا در برخی از کشورها که کشور ما هم خوب الان جزش هست و احتمالا بسیار دیگه از کشورها باور به دارن که اکثر آموزش های خاصی اختصاص به دخترها باید داشته باشه اکثر آموزش های خاص اختصاص به بچه ها باید داشته باشه چیزی خب همیتون تفکی باشه؟ با تفکی که من بس ما یک به ایجاد پایگاه اجتماعی تاثیر داره ببینید اینی که ما مضمون تعلیم و تربیت ما برای دختران یک جز باشه برای یک پسران این, این م... آره. متفاوت بودن پایگاهش نه این میشه برنامه بزن. ریزی ولی خب خود جنسیت باز تاثیر خود داره. داره که باز انشالله در روال برنامه باز بحث میکنیم خب حالا همین بحث خود ما که ادامه بدیم شاید بسیار بیننده منظور از تفکیک شاید بیننده تازه باشه نفهمده باشه خب پس تفکیک یعنی جدا سازی تعلیم تربیت میتونه باعث جدا سازی افراد جامعه باشه همونطور که در گذشته در جوامع بسته گذشته و حتی اکنون هم در بسیار جوامع سنتی رواج داره به این صورت است که تعلیم تربیت یک قشر خاص مخصوص به خود مضمونش فرق میکنه کیفیتش فرق میکنه نسبت به تعلیم تربیت یک قشر دیگه همطور که مثال ساعتون عرض کردیم که گفتیم بچه های پادشاهان برای حکمرانی بچه های وزیران برای اداره امور کشوری تربیت می شدن بچه هایی که پیشور و اهل حرفه بودن پدران آنها خب حرفه پدری خود دنبال میکردن بچه که دهقان بودن پدران آنها همون حرفه پدری را دنبال میکردن مم. و و نمی شدی که فردی که پدرش دهقان باشه هرچند که او بچه ازو لایق باشه هرچند که بچه ازو با استعداد باشه حق ارتقا به یک قشر دیگر را نداشته حق ارتقا به یک پایگاه اجتماعی دیگر را نداشته و حتی اگر کسب علم و سواد هم داشته ولی چون متعلق به یک پایگاه اجتماعی ضعیفتری بوده امکان وارد شدن به یک پایگاه اجتماعی دیگر را نداشته و تعلیم تربیت اجازه را به او نمیداده خب یک نقش دیگری که باز تعلیم تربیت داره نقش گزینشی است منظور از گزینش یعنی چی خب همینطور که نامش پیدا یعنی انتخاب انتخاب بهترین ها در جوامع پیشرفته و صنعتی جامعه بازه یعنی هر کس متعلق به هر پایگاه اجتماعی که باشه ضعیف باشه متوسط باشه و مرفه باشه با تلاش و کوشش و استعداد داده که داده با توانمندی که داره میتونه هر نگونه موقعیت شغلی و علمی را پیدا کنه پس بنابراین کسی که فرض پدرش هیچ کاره بوده اصلا ما میگیم که یک فردی بیکار بوده ام. یک فردی که مثلا احتیاط داشته ولی اولاد زو از زندگی پدر خود عبرت گرفته تلاش کرده کوشش کرده بسیار توانمند بوده خب ارتقا پیدا میکنه میشه استاد دانشگاه میشه مثلا رئیس جمهوری یک کشور خب این در جوامع باز و پیشرفته کشورهای اروپایی این امکان میده نمیگه که چون پدر تو مثلا به کار بود یا متعلق به یک قشر ضعیف جامعه بود تو حق نداری و یا حتی اگر خارجی بود ببینید شما از یک کشور دیگه از مهاجر است ساکن یک کشور اروپایی گشته خب توانمندی خود نشان داده خب یک موقع و یک پایگاه اجتماعی بسیار بالایی را پیدا میکنه و محروم نمیشه به خاطر نژاد خود قومیت خود یا وضعیت طبقه اجتماعی پدران خود محروم نمیشه به این نقشی که داره آموزش پرورش در زمینه میگن نقش گزینشی یعنی تعلیم و تربیت میگرده بهترین ها را انتخاب میکنه و برای بهترین شغل ها و مقامات او را برمیگزینه این رقم نیست که مثل جوامع بسته باشه و امکان ارتقای پایگاه اجتماعی نداشته باشه یعنی در نهایت این وظیفه نظام تعلیم و تربیت است که گزینش را انجام بده نه اینکه مثلا پدر مادر یا خود فرد تصمیم بگیرن مم. و خود مرتبط به یک نهاد آموزش بله متاسفانه در کشورهای سنتی و جهان سومی اینه که وابسته به کدام قوم باشی وابسته به کدام گروه سیاسی باشی وابسته به کدام موقعیت اجتماعی پدر و پدر کلان خود باشی امکان تغییر ارتقای موقعیت هست ولی در جوامع باس نه بر اساس توانمندی ها و ظرفیت های فکری و جسمی یک فرد امکان گرفتن بهترین پایگاه اجتماعی بر اساس تعلیم و تربیتی که پیدا کرده نمیبره میتونه میسر باشه چیزهای خانم علیزاده به صورت کلی تاثیرگذار است برای بله. ارتقای موقعیت بله بسیار سوال به جایی بود که میخوایم بدانیم که چه عواملی حالا که ما در کشوری باشیم چه در جهان سوم باشیم چه در جهان اول یا چه عواملی به طور کلی باعث میشه که یک فرد پایگاه اجتماعی خود تغییر بده و یا مثلا به تغییر و تحول بهتری پیدا کنه و یا نه اینکه ساکن باشه مم. یک از عوامل میتونه حجم خانواده باشه خب حجم خانواده منظور تعداد فرزندانی که در خانواده زندگی میکنه خب یک خانواده ای که ده اولاد داره خب تمام کوشش و تلاش پدر و مادر برای خوراک و پشاک اولاد است برای اینکه اینا بتونن تامین شود لحاظ خوراک و پوشاک با اینکه بعدا تشکیل زندگی بده خب معمولا چون ده اولاد داره باید اون میزان درآمدی که داره ده قسمت بکنه yes. که به کل گز اولادا برسه درسته پس بنابر این این اولادا نمیتونه و یا پدر و مادر توانایی را نداره که بتونه یک زمینه تحصیلات عالی را برای کل گز فراهم کنه خب معمولا در یک سطح متوسطی میمونه از یک تحصیلات متوسط برخوردار میشه چون وقتی باید کمک خرج خانواده باشه خب میره پنج سیف شش کنار پدر کار میکنه باز دختر میره پنج سیف میخونه مادر کار میکنه به با هم باز کلانتر شد باز خوب ازدواج میکنه باز وضعیت اقتصادی مخصوص به خود میخواه که باید بیتونه برای خانه دار کنه ملزده. میشه نتیجه گرفت که شع... شعاری که داده میشه که فرزند کمتر زندگی بهتر درست است؟ خب هر کس با توجه به موقعیت شغلی خودم باید نگاه کنه خب م. ممکنه یه خانواده باشه که توانایی تربیت ده فرزند هم داشته باشه خب بعضی وضعیت شغلی و درآمدی اقتصادی والدین را خودشان بسنجه و رسورس از او فرزند داشته باشه که بتانه خب ولی در یک خانواده حتی یک اولاد هم نمیتونه تامین کنه خب خوبی باعث میشه که او اولا سرخورده باشه و از اون نیازهایی که حق از او هست برخوردار نباشه پس بنابراین این موضوع را در نظر داشته باشیم که جامعه ما خانم علیزاده که یک جامعه است که فقر گسترده است و جمعیت خانواده عموماً بسیار زیاد است و پنج اولاد و شش اولاد و بالاتر از اون هم حتی تا ده 15 اولاد هم ممکنه داشته باشن. داره. به نظر شما به عنوان کسی که در زمینه تعلیم و تربیت فعالیت کردید و رشته تحصیلیتون هم همین بوده، آیا باید در کشور ما به نظر شما یک سیستم کنترل جمعیت ایجاد شود بسیاری به برنامه های دولت داره خب میچه میکنه او دولت چی برنامه داشته باشه مثلا یک دولتی ممکنه جمعیت زیاد داشته باشه و باعث میشه که به این قشر کم درآمد و ضعیف جامعه کمک های مالی داشته باشه بچه های قشر ضعیف اما باعث استعداد را بورسی های تحصیلی بده خب این باعث میشه که ارتقا پیدا میکنه یعنی خود همین نظام تعلیم تربیت تاثیرگذار است میتونه اینها را به یک تغییر پایگاه های اجتماعی در کشور ما باید چنین چیزی باشه ولی اینی که من بگم کنترل جمعیت بشه نشه این چیزی نیست که به طور سریع الان من بیان کنم باید وضعیت اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و همه موقعیت های جامعه سنجیده شود اینکه کشور ما بالاخره درسته کشور جنگ زده است و سالها جنگ باعث فقر جامعه شده ولی باز از یک طرف دیگر یک کشور جوان است به خاطر که زاد و ولد از که زیاد است خب ما نیروی انسان انسانی را داریم که حتی ما صادر میکنیم بسیار کشورها میره و این نیروی انسانی ما کارآمد میشه برای یک کشور کشورهای دیگر که مهاجر میشه حالا چه به لحاظ درآمدی چه به لحاظ تحصیلی خب پس به همین این یک مزیت است کشوری که نیروی جوان دارد در دنیای امروز بسیار کشورهای صنعتی و اروپایی که پیشرفت های صنعتی دارند ولی نیروی جوان ندارن خب این نیروی انسانی تربیتش سالها طول میگیشه درسته و ما این نیروی جوان را در کشور خود داریم به شرطی که درست مدیریت شود به شرطی که درست از این نیروها استفاده شود و در زمینه‌های مناسب رشد پیدا کنه متاسفانه اگر نشه مثل الان باعث مهاجرت میشه باعث سرخوردگی میشه باعث میشه که بسیار از جوانای ما متاسفانه مشکلات روحی و روانی پیدا کنه خب از وضعیت حجم خانواده که بگذریم نژاد و قومیت هم بسیار تحصیل در ایجاد پایگاه اجتماعی مخصوصا در کشورهای سنتی جهان سوم مثلا مثل کشور ما که اون حاکمانی که از یک نژاد و قوم خاص بودن معمولا موقعیت های اجتماعی اداری سیاسی اقتصادی برتر را به نژاد و هم قوم خود می دادن. و این باعث می شد که کسان دیگر که حتی مستعد بودن و حتی تو توانمند بودن و خاطری که اون نژاد قوما نداشتن از بسیاری از مزایای این کشور محروم می شدن از مزایای تحصیلی از مزایای اقتصادی کشور محروم می شدن و رانده می شدن به و دهات و روستاها که این محرومیت متاسفانه دو چندان می شد. پس بسیار تاثیرگذار گذار هستن حتی نژاد و قوم مخصوصا در کشورهایی که با بافت سنتی دارند و باعث تغییر پایگاه اجتماعی میشه خب م... یکی دیگر از خب قبل از اینکه وارد بحث بعدی شوید خب یک چیزی که به ذهنم رسید برخی از پژوهش ها در گذشته وجود داشته مبنی برای که برخی از نژادها در یک زمینه خاص استعداد بیشتری دارن یا برخی از نژادها ذاتاً باهوشتر از نژادهای دیگه هستند و ایرا مؤثر میدونستان در اینکه طبقه اجتماعی افراد دگرگون باشه الان در این زمینه چی چیزی گفتن بیشتر می کسایی که حاکم بودن نژاد خودشون پرورش میدادن به این نتیجه میرسیدن که برترن در حالی که اگر او موقعیت پرورش یعنی موقعیت تعلیم تربیت برای دیگر نژادها هم فراهم میشد قطعا اونها هم پیشرفت میکردن خب ما در گذشته سیاه‌پوستان و سفیدپوستان رو خوشی دیگه بسیار رواج چون سیاه‌پوستان به جرم سیاه بودن خود از بسیاری از مزایا و حقوق دولتی محروم بودن خب معمولا عقب مانده تر بودن و اون موقعیت پیشرفت رو نداشتن مثل سفیدها ولی کم کم که یک مقدار تغییر اجتماعی صورت میگیره و نگاه مردم تغییر میکنه و موقعیت های ورزشی یکسان میشه ما میبینیم که بسیاری از سیاه‌پوستان هم در زمینه های ورزشی و علمی درخشیدن مثلا الان هم به صورت اون میخوام متفاوت است یعنی این رقم نیست که حتی در هم کشورها هم پینجا پینجا به صورت 50 50 افراد سیاه‌پوست و سفیدپوست به موقعیت‌های بالا رسیده باشن در گذشته محروم بودن مم. گذشته محروم بسیار تاثیر گذارش یعنی یک وقتی یک نسل تغییر میکنه باید نسل دیگر رو بخواد به پایگاه اجتماعی بالاتر برسه قطعا سالها طول میکشه که جبران شود ما در برخ برخی از کشورها میبینیم و شاید دوستان ما در اطراف خودم ببینند که برخی از افراد از یک نژاد و یا قومیت خاص علاقه بیشتری مثلا دو نژاد هستند از لحاظ اجتماعی در یک سطح هستند ولی یک نژاد علاقه بیشتری با تحصیل بله این که داره بعضی از تاثیر ژن است تاثیر میتونه ببینید ببینید شما چیزی میبینید مثلا کشورهای شرق دور ما ببینید مثل ژاپن مثل چین خب علاقه زیادی به کار دارن علاقه زیادی به تلاش دارن تنبلی <applause> رو بسیار بد میدانن بیکاری رو بسیار یک ننگ بزرگ میدانن خب باعث پیشرفت کشور خود شدن چرا چون ذاتا دوست دارن تلاش کنن و این عجین شده با فرهنگ او جامعه که بند. او فرهنگ بیکاری را و یا تنبل بودن را بسیار بد میدونه ولی خب باز ممکنه در بعضی کشورهای دیگه بسیار چیز معمولی باشه و یعنی چیزی که بسیار موثر است من همین رو از شما بشنوام که فرهنگ بسیار تاثیر بله داره باورهای یک جامعه بسیار در یک وقتی که یک جامعه ای باور کنن که تعلیم و تر تربیت باید نجات اونها میشه قطعا تمام هم و غم خود سری میگذارن مثلا در کشورهای همین مثالی که سرتون گفتیم که مثل ژاپن که چون موقعیت طبیعی مناسب ندارن زمین های حاصل خیز ندارن خب سران اونها دانشمندان و این نتیجه که رسیدن که تعلیم و تربیت, و تربیت. روش پیدا کنن بله اه اه اگر میام برنامه رو ببینیم تشکر بینندگان عزیز و محترم اگر کدام سوال از کارشناس و محترم دارید همین الان هم از طریق واتساپ و تلگرام میتونید با ما در ارتباط شوید و بعد از میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود شما همچنان برنامه خودتان برنامه زنده روشنا را از جهانی هادی میبینید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم شریفه علیزاده خانم علیزاده در خدمت شما هست خواهش میکنم خب ادامه بحثمان را که بپردازیم عوامل موثر در تغییر پایگاه اجتماعی گفتیم یک دا... یکیش حجم خانواده بود یکیش نژاد و قومیت بود و یکی دیگه تحصیلات بسیار تأثیرگذار تحصیل چرا چون تحصیلات با میزان درآمد رابطه مستقیم داره کسی که تحصیلات بالاتری داره قطعا ارتقای فرهنگی ارتقای اقتصادی پیدا کرده و باعث ایجاد یک ارتقاء پایگاه اجتماعی موقعیت اجتماعی هم منزلت اجتماعی هم میشه. بله دقیقا نتیجه تلیم تر یک دیگه ازدواج من میتونه تاثیرگذار گذار باشه خب کسی که با یک قشر اجتماعی بالاتر از خودش ازدواج میکنه معمولا تمام تلاش خود میکنه که سطح فرهنگی اقتصادی اجتماعی خودم به سمت بالا بکشه و ناخداگو با خدا سمت کشیده میشه بله ناخداگو کشیده میشه فرهنگ از او و اون افکار او قشر هم میتونه داشته باشه خب عامل دیگر برنامه های دولتی هست خب یک دولتی که گفتیم که سعی میکنه با ایجاد برنامه هایی باعث آسانتر شدن موقعیت اجتماعی و تغییر موقعیت اجتماعی افراد جامعه خود باشه مثلا در بعضی کشورها میان در قشر ضعیف جامعه خود کمک میکنن که ارتقای موقعیت اجتماعی پیدا کنن و همیشه ضعیف نمانه نست در نست در اون موقعیت نمانه مثلا خب تحصیلات رایگان مثلا میتونه بورسیه های تحصیلی برای رقم خانواده در نظر بگیره میتونه کمک های مالی سوبسیدهای های دولتی در قشر ضعیف جامعه یا متوسط جامعه خود داشته باشه تا آنها هم آسانتر بتوانند تغییر موقع اجتماعی پیدا کنند خب عوامل دیگری که جنسیت هم بسیار تاثیر گذار است خب در کشورهای سنتی کشورهای جهان سوم که معمولا به با این باورن که پسران حق تحصیل بیشتری نسبت به دختران دارن مثلا در جامعه خود مثال بزنیم خب یک خانواده ای که پنج شش اولاد داره و میخواد یک از اینا بره تحصیلات عالی پیدا کنه مثلا بره دانشگاه یا فاکولته ادامه تحصیل بده ترجیح میده پسر خود روان کنه تا دختر خود درسته در حالی که شاید او دختر لحاظ توانایی های ذهنی و یا اللحاظ موقعیت علمی در سطح بالاتر باشه نمرات بهتر داشته باشه نفر اول سلف خود باشه ولی خب باز هم سعی میکنه که اون سرمایه مالی که داره صرف پسر خانواده داشته باشه و میگه که شما برو و یا اینکه مثلا کسی که در زندگی میکنه خب میخواد اولاد خود در پایتخت روان کنه برای ادامه تحصیل خب تمام تلاش خود میکنه که فرزند پسر خود روان کنه تا فرزند دختر خود خب این بستگی داره به اون دیدگاه و اون فرهنگی که اون جامعه داره چون خب خب کشورهای سنتی به با این باور است که پسران ناناوران خانواده هستند بله بله. و وظیفه اونهاست که وقتی که به یک پست و موقعیت شغلی رسید باز خانواده پدری خود تامین کنه آم، آم، بر و یا برادران و خواهرانی که داره را تامین خب این باعث میشه که پسران تغییر موقعیت اجتماعی پیدا کنه ولی دختران پیدا نکنه خب دختر با تبع بچه بعد از ازدواج پیدا میکنه خب بازم بستگی داره که گفتیم مسئله ازدواج با چه طبقه ازدواج کنه ممکنه یک دختر تحصیل کرده با یک طبقه ضعیف از خود ازدواج کنه و او باعث شو که هیچ امکانات مالی برای پیشرفت تحصیلی پیدا نکنه پس بنابراین وقتی که تحصیلات عالی و یا هر موقعیت اقتصادی دیگری پیدا میشه پس ما پسران رو ترجیح یکی دوتا میکنیم حساب میکنیم میبینیم بنا بر موقعیت اجتماعی بنا بر وضعیتی که جامعه ما وجود داره ما الان این هزینه رو نمیتونم برای نفر بکنم بله. خب من تلاش میکنم هزینه حز... هزینه رو برای کسی بکنم که در نهایت برای من احتمالی که آمد معنوی و مادی بیشتر داشته باشه من حز... خب، رو خب, من همین رو میگم تغییر دیدگاه ما ها همیه که فکر میکنیم چون پسر خب خود نه خود او نه. است مثلا بچه واقعا احتمال کار کردنش در اجتماع و در نهایدی که او پولی که و پیسی که ما خرج او ما بعد در ما برگردان نوشته خب همین است که باعث میشه که او پسر ما اولاد زکور ما تغییر موقعیت اجتماعی پیدا کنه ولی دختر ما به خاطر جنسیت خود تغییر اجتماعی رو پیدا نکنه, نکن. در حالی که از لحاظ توانمندی علمی شاید بهتر از پسر ما باشه ولی این فرهنگ خانواده نگاه خانواده بافت اجتماعی جوامع سنتی این رو میرسانه که فرزند زکور خانواده این تغییر و موقعیت اجتماعی رو پیدا کنه ولی فرزند دختر خانواده به خاطر جنسیت خود پیدا نکنه خب چیزی که من دارم و این واقعیت جامعه ماست بلد، بلد. نه جامعه ما که بسیار جوامه سنتی هستن که این مشکل دارن خب و یکی دیگر که بسیار شاید در تأثیر در جوامع ما و باعث تغییر موقعیت اجتماعی میشه مهاجرت ببینین مهاجرت مخصوصا در جامعه ما که ما به عینه و به واقعیت با او سر و کار داریم هم باعث ایجاد تغییر اجتماعی میشه چی رقم خب وقتی که مهاجرت میشه یک خانواده تصمیم میگیره از یک کشوری که جنگ زده است فقیر است به هر دلیلی موقعیت و امنیت خوبی ندارد و تصمیم به مهاجرت میگیره بستگی داره به اون مقصد که او مهاجرت میکنه خب مثلا وقتی که بسیار از هموطنان ما خب به سمت اروپا مهاجرت میکنه خب یک نسلی که پدران اونها شاید بی بودن شاید دهقان بودن شاید موقعیت اجتماعی ضعیفی حتی داشتن این مهاجرت باعث میشه که وارد یک کشوری شون که جامعه بازه چیزی که گفتیم در اول برنامه ام. یک کشور که امکانات برای همه مساوی هست یعنی نمیگه تو مهاجری امکانات نداشته باشی که مثلا شهروند مبودی بودی امکانات تعلیم و تربیت برای کلگی مساوی است خب ممکنه فرزندان این خانواده بر اساس توانمندی هایی که دارند از اون موقعیت تعلیم و تربیت در جامعه باز بهترین استفاده رو بکنن خب وقتی بهترین استفاده رو میکنن قطعا موقعیت اجتماعی اونها با موقعیت اجتماعی که پدران اونها در جامعه پدری خود داشتن تغییر پیدا نفس. کرده ارتقا پیدا کرده و یکسان نیست. درست است خانم زدم الان شما موارد رو بیان کردید چیزی که به ذهن من مرسه است که خب ما جامعه را داریم با یک نظمی که در جامعه وجود داره حاکم است اما تغییر موقعیت اجتماعی افراد میتونه یا تحرک اجتماعی هم که شما فرمودید میتونه که نظم جامعه را به یک نحو مختل کنه بر چه اساس مثلا جامعه نیاز به با... که نیاز به معلم دارن نیاز به مدیر دارن نیاز به قمندان دارن نیاز به آینگر هم دارن نیاز به قریب کار هم دارن نیاز به با باغبان و دیگه افراد هم دارن اگر که اینها بخواین بچه اینها بخواین که موقع, موقع اجتماعی خود تغییر بدن تحرک اجتماعی داشته باشن همه غریب کارها دلشون میخواد که خب من یک پله بالاتر برم او کسی که معلم است دلش میخواد یک پله بالاتر بره دیگه نمیمونه کسی که بخواد کارهای پایه انجام بده. یک مشکل اجتماعی میتونه در نهایت برای یک کشور ایجاد بکنه بالاخره کی میمانه که کارهای پایتر انجام بده خوب. یا برای خانم ها هم امیر هست مثلا خانم دلش میخواد که موقع برابر داشته باشه من هم بتونم ادامه تحصیل بدم تو که برادرم دکتر شد من هم من حتی استعدادم از برادرم بیشتر است اما خب نتیجهش ممکنه این شوه که خب فرصت نکنه دیگه در کار خانه بپردازه یا اینکه اولاد دارشون بچه دارشون و از این لحاظ جامعه با مشکل مواجه شود در این زمینه چی می‌فهمید ببینید این چیزی که الان نظریه که شما دادین خب کشورهای پیشرفته و صنعتی همین برنامه رو تجربه کردن خب ببینید وقتی که تحصیلات یک جامعه بالا میره قطعا یک دهقان و یک کشاورز تحصیل کرده نمیاد به او رویش سنتی خود ام. کشاورزی کنه قطعا مدرنیزه میشه قطعا مکانیزه میشه قطعا کشاورزی برتری خواهد داشت و یا کسی که یک حرفه ای داشته مثلا بنای ساختمانی بوده قطعا وقتی تحصیلات پیدا میکنه درست است که شاید رو عمل گیری کنه ولی باعث میشه که با یک تکنیک با یک پیشرفت با یک صنعت جدیدی کار خود شروع کنن و بسیار کشورهای صنعتی که ما میبینیم شاید روزی اونها هم خب مثل کشورهای ما و جامعه سوم بودن به بمی... صورت که دقان داشتن به ثبات داشتن فقیر داشتن ولی خب بر اثر تعلیم و تربیت و سیاست که دولت داشته باعث پیشرفت اونها شده باعث میشه که خب او کشور به صورت صنعتی برای چی میگن صنعتی یعنی اون تمام اون مشاغل سطح پایین به صورت صنعتی اداره میشه و این منجر به پیشرفت و, پیش و توسعه او جامعه میشه که میتونه ابراز قدرت کنه در عرصه اجتماع در عرصه بین المللی میتونه ابراز قدرت داشته باشه خدمت فقط یک نکته پایانی که شاید سوالم در ذهن بینندگان باشه که آیا همیشه تحرک اجتماعی رو به بالا خوبه در جامعه باز ما گفتیم که در جامعه صنعتی که این زمینه فراهم برای هر کسی که میخواد رقابت کنه آیا همیشه رقابت کردن و همیشه رو به بالا رفتن خوبه یا نه در جوامع پیشرفته این دو تا مشکل میتونه ایجاد کنه یک ممکنه افرادی باشن که آرزوی تغییر پایگاه اجتماعی خود داشته باشن ولی تواناییشو ندارن یا لحاظ علمی توانایی نه ولی در این رقابت شرکت میکنن چون رقابت بسیار شدیده ببینید شما در کشورهای اروپایی صنعتی وقتی یک پست را در اعلام میذاره خب کلی افراد با بسیار درجات تحصیلی بالای خواهان و موقع اجتماعی هست و رقابت بسیار شدیده و این باعث سرخوردگی میشه و یا اینکه کسانی هستند که, کسان هستن که تواناییش رو دارن در دا این رقابت شرکت کنند. اما وقتی که این رقابت رو میبرن و او موقعیت شغلی بالا اجتماعی را پیدا میکنن گفتیم چون رقابت بسیار شدید است باعث میشه که از بسیاری از لذت ها و شادی های زندگی محروم شوند. مثلا تشکیل خانواده ندن و این خاطر که تمام عمر خود است تلاش کرده که به اون موقعیت اجتماعی و یا موقعیت شغلی برسه تمام توانایی های مخ... ام... که لازمه اون موقعیت است را پیدا کرده و این فرصتی برای تجربه دیگر شادی ها هم نداشته این این چیزی ببین این چیزی که در کشورهای اروپایی هست ما میبینیم که میزان سرخوردگی و افسردگی ها, ها، بیشتر هست ولی این دلیل نمیشه که ما بگیم به این وضعیت که داریم قانع باشیم و امیر خوب است اگر امیر خم خوب باشه همیشه اون آنها بر ما حکومت خواهند کرد این هم در نظر داشته باشین آن جامعه ای پیشرفته است آن جامعه ای حکومت می کند که بتوند نیروی انسانی قوی مقتدر چه در لحاظ سیاسی چه در لحاظ اقتصادی داشته باشد و اگر جامعه ما تعلیم تربیت ضعیف داشته باشد نیروی انسانی ضعیفی خواهیم داشت و نیروی انسانی ضعیف ما همیشه کارگر جامعه دیگران خواهد باشد. متاسفانه چیزیست که عموما تجربه کردیم در جامعه بله بسیار تشکر از شما خانم علیزاده بسیار عالی استفاده کردیم بینندگان عزیز و محترم امیدوارم که شما هم استفاده کرده باشید که قطعا همینطور از برنامه های گذشته و همین برنامه را از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و فضای مجازی مثل آپارات و یوتیوب هم میتونید ببینید ان نظرات خودتون رو برای ما بمانید شماره تماس برنامه زیرنویس شده میتونید که با ما در ارتباط شید از طریق واتساب و تلگرام و نظرات خودتون را برای ما بفرستید اگر کدام سوال هم داشتید ما بسیار بسیار خوشحال میشیم نظرات شما را دریافت میکنیم و همچنان تلاش میشه که به سوالات شما عزیزان پاسخ داده شود و همراه یک کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشویم در پناه خداوند مهربان باشید اللهم محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه